اینکه نگاه من راجع به این زندگی چیه خدای چی میخوای برای من نقشه تو برای زندگی من چیه پس خدا به خاطر همین در ما زمانی که ما رو در رحم بس اینکه چه رحمی به دنیا اومدم؟ من در چه رحمی به دنیا اومدم؟ تو در چه رحمی معیار عمل خدا نیست که عیسی در چه رحمی به دنیا آمد مریم نه نا... الیزابت رو انتخاب میکنه مگه نه یه حنا رو پیدا میکرد خب نه یکی دیگه رو پیدا میکرد یکی به حال پیدا میکرد تو وقتی به دنیا میای مهم نیست که اسم مادر کیه اون نه یکی دیگه رو میداد تو رو میداد به یکی دیگه اون یکی نه میدادت به یکی دیگه یه یک جای به دنیا می دیگه اصلا مهم نیست که مادر تو کیه خدا میخواست به دنیا بیاد دوباره یه نفر گشت حالا اینکه مریم با عیسی درست برخورد میکنه درست برخورد نمیکنه ما بقیه کسی که رحم میاد چطوری با این برخورد میکنن مسخرش میکنن دستش میندازن اصلا اون معیار عمل نیست که خدا میخواست این عیسی در این شرایط متولد بشه چرا خواهر برادر من اینطوری بودن چرا اون اینطوری بود چرا مادر من تو کار من مثلا فضولی میکنه دخالت میکنه بیا معجزه بکن تو به تو چه زن چه کار داری دخالت میکنی متوجه میشی بعضی موقع زندگی مسیح زمین نگاه میکنه همون هایی داشت که ما داشتیم به نوعی بارها گفتم یه جایی که میگه مادر و برادران تو بیرون در ایستاده و تو رو طلب میکنن مسیح هم نذیر نه میذاره نه رو میگه که مادر و برادران من کسی که کلام خدا رو دارن میشنم خب دلش پر بود از اینها مادرش خب یه مقدار احساسی خب طبیعی از نظر انسانی نه ما رو به گرفته بعدش هم شیرش داده بزرگش کرده خب طبیعیه یه جا هم به حال احساساتش ای فرزند چرا ما رو رها کردی ما ترسان شدیم میگه مادر هیچ کس ندونه تو که میدونی من کیم من در به پدر آسمانی بر باشم حالا رحم تو دادی دست درد نکنه ما اومدیم اما من, من کارم برای چی دیگه میدونی اومدم خب اینقدر جلوی قرار نیم فقط بشنم تو خونه مثلا و تو ظرف بشورم نجاری کنم جارو بکنم بچه خوبی برای تو باشم اوکی آمین باید باشم چون شریعت میگه انجام میدم هیچی هم کوتاهی نمیکنم اما من برای چون میگه لط شده یعنی هر مادری زمانی مادر میشه که بچه ای بیاد یعنی بچه لطفیه که به زن داده میشه برای مادر شدن شما یکی از دلایلی که میدین میگن چرا نخواست داده ارث میبره و بقیه متفاوت نخست چونکه چون که خب شما تصور بکنید این یه پدره این هم یه مادره خب نخست که اینو پدر میکنه بچه اول که اینو پدر میکنه به خاطر اینکه کسی که اینو پدر کرد اینه اسمش این بود اوکی به همین دلیل مسئولیت داره در قبال پدر که جایگزین پدر تمامی مسئولیت خانواده و عروسی خواهر و عروسی برادر کوچیک و خونه گرفتن و تمام اینها به عهده اونه و وظیفه داره که در قبال پدر یا دوش به دوش به پدر تمام مسئولیت رو به عهده بگیره به همین دلیل دارایش به اندازه پدر خواهد بود و بعدا ما میبینیم یه شخصی مثل یعقوب که لیاقت نخواستادگیر نداره ایسو نداره یعقوب که میاد میگه اوکی پس تو مسئولیت رو به عهده بگیر چون که نسل رو باید این به عهده بگیره تمامی نسل بعد از اون پس کسی که اون رو پدر میکنه بهش میگن بچه اول حالا موضوع توی فرهنگی که داریم متولد میشیم یا در واقع داریم میگن فرهنگ فرهنگ شرقه حالا زیر سوال نبریم ما با نگاه عینک غربی نگاه به زندگی شرقی نکنیم یا آدم آلمانی نمیتونه پاشو بندازه رو پاش بشین راجع به ایران نظر بده میگه تو ایران نبودی اصلا نمیفهمی ایران کیه سرزمینه چه لطفا نظر نده برای این سرزمین خب خیلی هستن برای آزادی ایران اصلا ایرانی هم نیستن دارن فکر میکنن آخه خب تو اصلا چی میدونی از ایران که برای آزادی ایران فکر میکنی تو تو از این مردم باشی از جنس این مردم باشی خدا اومد از جنس همین مردم باشه که اونها رو نجات بده نه از جنسی خارج از اونها خوبه دلت خیلی خوبه اما از جنس این نیستی تو پس اینجاست که این واژه هم خواستم یه ذره برای شما باز کنم واژه نخواستادگی که به چی داره شما چونکه صحبت از یه بچه است و واژه هی تو کتاب یعقوب کتاب ایوب دوازه در میگه که جان هر موجود زنده و نفس تمامی بشر در دست خداست حالا چرا میگه واژه هی... میگه ح... حیات یا زندگی یا جان که بعدا میشه مساویس با خون میگه در دست خداست خوب گوش کنید کلام خدا میگه خدا خدای حیه خب خدا خدای زنده است و خدا خدای زندگانه خب پس چون که حیات داره حیات از حیات میاد شما از سنگ نمیتونه چه میدونم گربه متولد بشه حالا نه فقط موضوع چه میدونم درخت متولد بشه یا حتی چیز زنده متولد بشه حیاتی که حیات تولید میکنه و تا زمانی که این حیات به منبع حیاتش که خداست وصل این زندگی داره اینو بباری میمیره به همین دلیل مرگ روحانی اینجا مطرح پیدا میکنه چون که انسان به واسطه گناه با منبع حیاتش قطع رابطه کرد به این میگن مرگ به همین دلیل مزد گناه موت شد حیات قطع شد لوله قطع شد اون ارتباط قطع شد و اینجاست که به واسطه جالبه می از خاک اومد انسان رو ساخت شبیه خودش ساخت اون موقع زمین به نوعی رحم بود برای خدا بستری بود برای رحم که حیاتش رو از این رحم کشید بیرون بعد این حیات خودش یه رحم پیدا کرد حالا از این رحم قراره یه بچه متولد بشه خب حالا این رحم سقوط کرد بچه های سقوط کرده خدا از همین رحم کسی رو متولد میکنه که ما رو به منبع حیات وصل میکنه دوباره امین یه چرخ است به واسه عیسی ما برمیگردیم به حیات به واسه میگه هر که به او ایمان بیارد مرده باشد که مرده هستیم زنده میشه فقط راجع به جسمش نمیگه حیات پیدا میکنه چون ما به واسه خون عیسی حیات پیدا میکنیم آمرزش آم گناه دوباره میای لوله رو وصلش میکنه ما حیات پیدا میکنیم پس اینجاست که الان چیزی که اینجا مطرح میشه گناه میگه مزد گناه موته جانت میره خونت میره عیسی خونش داد جونش داد حیاتش داد که ما حیات دقیقا فیلم بر میگرده اما اینکه خدا چرا انسان را آفرید و او را شبیه خود آفرید و او را به صورت خود آفرید یه مبحث قبلا راجبش خیلی صحبت کردیم زیاد راجبش موعظه شنیدید خب که به صورت یعنی چی به شباهت یعنی چی و معنیش چیه اما ما تا ندونیم چرا خدا ما رو آفرید ما هدف از زندگیمون رو پیدا نمی کنیم تمام ریشه افسردگی ها خودکشی ها ناامیدی ها زمانهای تلف شده تمام اشتباهات تمام خطاها تمام انتخابهای غلط همش فقط به خاطر اینه من بهت میگم چرا اینها اتفاق میفته چون که از روی این میفهمم که تو برداشت داجه به زندگی چیه قشنگ زندگی تو داری تعریف میکنی بدون که حرف بزنی نگات که میکنم بهت میگم آها تو تعریفت از زندگی اینه شما فهمید میشه فهمید از زندگی آدم های... از زندگی هوا... نباتی آدم ها میشه فهمید که تو کلشتی میگذره میگه ملکوت خدا خوردن و خوابیدن نوشیدن نیست یا انسان فقط به نان زیست نمیکنه یا تمام جاهایی که صحبت از این میکنه که در واقع آدم هایی که همش دنبال نفس خیش هستن و اینها چون نگاهشون به زندگی اینه پس تعریفشون مشخصه چی گونه زندگی میکنه. انسان آنگونه که فکر میکنه زندگی میکنه پس آنگونه که زندگی در فکرش هست زندگی رو در عمل سعی میکنه انجام بده مگه که دستش نرسی که انجام بده تا ما به این جواب نرسیم زندگی ها همون دائم در دور خطاب خوردنه یه سری سوال هست که ما باید تو قلب و فکرمون بهش جواب بدیم و اون اینه که چرا زندم زندگی چیه چرا باید مقدس زندگی کنم؟ چه انتظاری از آینده باید داشته باشم؟ انتهای زندگی من چه خواهد شد؟ میخوام یه بحثی رو برای شما باز کنم نمیدونم چقدر طول میکشه اما آه... کمک میکنه بهتون شما رو میخوام با واجهی به نام نیکو و برکت که نقطه مقابلش بعدن میشه لعنت میخوام ازر آشنا بکنم یه نگاهی یه مقدار متفاوت میگه و خدا ایشان را برکت داد واژه برکت به چی اشاره میکنه واژه برکت از ریشه کلمه برکا خب و واژه نیکو که در واقع تو کتاب مقدس میگه خدا هرچی را آفرید دید نیکوست میخوام یه نگاه تازه‌ای به شما بدم که یعنی چی وقتی خدا همه چی رو آفریدید نیکوست دید همه چی خوبه خوبه یعنی چی همه چی خوبه همه چی عالیه یعنی چی واژه نیکو در زبان عبری اشاره به این میکنه میگه خدای ما خدای نیکوییه آمین اگر خدا خدای نیکوییه خدا داره چیزی رو خلق میکنه شما حساب کنید تمامی این میز فلاکس و کیک و لیوان و تمامی شلوغی که روی میز خلقته خدا داره شروع میکنه یک یکی اینها رو چیدن و میگه خداوند اینو آفری و دید نیکوس یعنی این شبیه منه شبیه من یعنی شبیه تمامیت ماهیت منه تمامی شخصیت منه تمامی نقشه منه اون استاندارد های منه اون طرحی که دارم میچینم این شبیه طرح منه دقیقا حالا واژه نیکو دقیقا طرح منه رو بهش میگن نیکو دقیقا طرح او و مشابه او رو بهش میگن واژه نیکو یعنی یه عبری وقتی واژه نیکو بهش میگی بهش میگه او ساده نیکو چرا مرا نیکو میخوانی چون وقتی میگی نیکو یعنی دقیقا استاندارد معادل یه چی دیگه دقیقا شبیه اون به این میگن نیکویی خب پس اگر خدا خدای نیکوه یا خدا نیکوه نمیگیم خدا نیکویی دارد چون خدا خودش نیکو هست مثل محبته نمیگیم خدا محبت دارد اشتباهه خدا محبت است که دارد یعنی یه چیزی وابسته به بیرونه از بیرون باید بیاد داخلش ولی خودش هست پس اگر خدا نیکوه واجهی که راجب نیکویی داره صحبت میشه دقیقا استاندارد خداست و خدا دید مثل منه حالا باز مثل من ما میبینیم تو عهد جدید مسیح میگه که پدر را هرگز کسی ندیده هر کس مرا دید پدر را دیده دیدن عیسی به معنی جسم پدر آسمانی نیست راجبه یک پیغام روحانی داره صحبت میکنه خب راجبه شباهت داره صحبت میکنه و وقتی آدم رو میآفره میگه شبیه من بیسازه میگه مثل من بسازی در واقع یا شبیه من حالا مثل واجهش دقیقا میشه مساوی خب اما با طرح من با استاندارد من یکیه خدا هی آفرید دید اوکی با استاندارد من یکیه بعدی با استاندارد من یکیه وقتی با استانداردهای خدا هست میگه همه چیز نیکو بود همه چیز عالی بود اوکی حالا واژه برکت که از کلمه برکا میاد خب میگه برکت ایشان را برکت داد واژه برکت که از کلمه برکا میاد باز به همین داره اشاره میکنه خب و خدا از آنچه که مثل خودش بود بر او داد ما میگیم خدای برکت دهنده چرا میگیم خدای برکت دهنده خدا از آن چیزی که خودش میپسنده میگه آنچه که خود میپسندی به دیگران هم بده اگه برای خود نمیپسندی به دیگران هم به میگن برکت وقتی میگه برکت بده برکت استاندارد نیکویی خداست حالا میگه و خدا دید که شایسته نیست که آدم تنها بماند واژه شایسته نیست در مقابل نیکو هست شایسته نیست یا بهتره بگیم نیکو نیست فارسی بگیم نیکو نیست که آدم تنها بماند چرا آدم تنها بمانه نیکو نیست؟ چون که تو طرح من الان یه چیزی اینجا فعلن میکنه یه چیزی اینجا در واقع ز... کمه و اونم اینه که آدم خودش به تنهایی خب نمیتونه شبیه من رو بسازه و توی طرح من آدم شبیه منه میگه آدم را شبیه ما بسازیم خب و به صورت ما و میگه ایشان را خب آفرید نر و ماده آفرید و بعد چگونگی نر و ماده رو آفرید که اینو از اون یکی آفرید که در واقع دقیقا با همون کیفیت با همون نیکویی مطرح باشه میگه این نمیتونه شبیه من تولید کنه خود شبیه منه اما نمیتونه شبیه من تولید کنه هوا هم شبیه منه چون شبیه آدمه ولی باز نمیتونه تنهایی تولید کنه به خاطر همین ایشان رو باید برکت داد تا بتونه شبیه او رو تولید کنه بس شبیه خدا تولید کرد شدن شبیه شدن خود واژه برکت یا نیکویی رو داره مطرح میکنه اینجاست که در واقع تمامی عهد جدید الان یه مفهوم جدیدی پیدا میکنه راجع به برکت به خاطر هم میگه افکار خدا برای ما افکار سلامتی نبدی، باحاش میگه افکار خدا برای ما افکار نیکویی نبدی یعنی افکارش با خودش یکیه پس اگر نیکویی کردن را میدانی و نمیکنی یعنی میدونی استاندارد خدا چیه میگه گناه کردی در واقع نیکویی نکردن یعنی شبق خدا عمل نکردن میشه گناه الان یه مبحث جدیدی برای شما از این معانی پیدا میکنه که هر وقت میخونید واژه ها را با یه نگاه دیگه نیکویی کردن و انسان با گناه کردن از نیکویی خدا خارج شد. یعنی از اون استاندارد خارج شد به همین دلیل در واقع مسیح به عنوان نیکو به عنوان کسی که نمونه کامل شبیه خدا بود ما رو میخواد برگردونه به اون سمت و سو. خب حالا با این دو تا واژه زندگی برکته و یک حیات خودش برکته چون از خدای برکت دهنده از این حیات داره حیات میاد ولی این حیات شبیه خود حیات خداست ولی این حیات مشروط به انتخاب تو که میخوای در این حیات بمونی یا نمیخوای در این حیات بمونی در این زندگی بمونی یا نمونی اینجاست که در واقع بعدا ما میبینیم واژه سقوط معنی پیدا میکنه و بعد چه اتفاقی میفته معادلش میشه لعنت یعنی چیزی که شبیه خدا نیست پس الان یه واژه جدیدی با یه مفهوم جدیدی میبینیم لعنت رو نه فقط لعنت به پدر مادر فلانی و نمیدونم این حرفا این واژه صحبت از این نمیخواد بکنه صحبت از یه بدیه یعنی از استاندارد خدا خارج شدنه خب به خاطر همین میگه آیا این بیماری لعنته؟ خودت داری سوال میکنی خب چون میگه بیماری از خدا نیست و شخص بیماره پس این بیماری شبیه خدا نیست پس به همین دلیل ما اصلا واژه لعنت رو الان مطرح میکنیم دیگه و چرا میگه لعنت نصب به نسل اومد چون که آدم سقوط کرده برکت تولید نکرد ولی خدا جلوی رحم رو نگرفت چون که برکت داد که مثل خودش تولید کنه اما متاسفانه داره مثل خودش تولید میکنه اما کپی ناقص داره تولید میکنه به همین دلیل در نیکویی نیست چون شبیه اون تولید نمیکنه شبیه خودش تولید میکنه حالا اینو داشته باشید بریم تو کتاب پیدایش با این تمام میکنم پس توی باب چهار دیدیم گفت مردی از یهوه حاصل کردم یعنی مردی مطابق عهدش مطابق قولش مطابق در واقع اون برکتی که باشه شبیه یهوه تولید کردم خب باب پنج خب آیه یک اونجا باب چار آیه یک بود اینجا باب پنج آیه یکه یه باب بعد ببین چی میگه و این از کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خدا او را ساخت خب رو ماده ساخت ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نهاد در روز آفرینش حالا خوب گوش کن میگه آیه و آدم 130 سال بزیست پس بسر... پسری به شبیه صورت خود آفرید نمیگه شبیه خدا آها فهمیدی شد میگه شبیه خودش آفرید نه شبیه خدا نه دیگه تموم شد آفرین اونجا میگه اولی شبیه خدا آفرید بعد اینجا صحبت از این میکنه که شبیه خودش آفرید اونا یا اونا فکر میکرد شبیه خودش میرا دور از با سرگردان و همینطور همه چی شبیه خودش به همین دلیل خدا نیومد تمامی خلقت رو نابود کنه از همین رحم سقوط کرده میرسه به مریم و همون سوالی بود که خلقت خدا رو گفتیم که خدا نمیاد یه خلقتی رو میگن همین خلقت رو بازسازی میکنه از همین خلقت در واقع شروع میکنه جهان رو خلق کردن پس اینکه نگاه من راجع به زندگی چیه مسیر حرکت زندگی من رو تعیین میکنه تو جلسه آینده با امید خدا راجع به خب این صحبت میکنم آنگونه که انسان فکر میکند زندگی میکند خب اینو که میدونیم از کتاب امثال راجع به صحبت میکنم اما این فکر یه نیروی محرکه است یعنی چی؟ فکره که به تو حرکت میده این گونه زندگی کن به چپ برو به راست برو مستقیم برو اصلا نرو اصلا برگرد برو اصلا پایان بده به زندگیت فکره که به تو در واقع حرکت میده مسیر زندگی تو رو جهت میده سوال این خواهد بود که هفته آینده بهش خواهیم رسید و اون نیروهای محرکه زندگی تو چیست؟ چه چیز زندگی تو را حرکت میده میخوام راجع پنج تا دلیل یا پنج تا نیروی محرکه با شما صحبت کنم که این پنج تا نیروی محرکه زندگی آدم رو به پنج جهت مختلف میکشه و تا طرز تفکر ما عوض نشه زندگی ما تغییر جهت نمیده و ما میخوایم زندگیمون عوض بشه بدون اینکه فکرمون عوض بشه خدا میگه خدای زندگی منو عوض کن میگه بذار اجازه بده دو دقیقه با هم حرف بزنیم من فکر تو که عوض کنم زندگی تو عوض میشه نه زندگی من عوض کن دست به فکرم نزن نمیشه من باید فکر تو رو عوض کنم فکر نه زندگی تو عوض نمیشه فکر تو فرمون توه نه زندگی ما عوض کن بدونی که دست به فرمون بزنی میگه خب چطوری عوضت کنم ده دست به فرمون نزن یه دفعه ماشین 180 درجه برگردون میگه خب که مگه میکایلو بفرسم اینو بلندش کنه کلا به چرخونتش دست به فرمونم هم نزنه بذارت این زمین ولی باز فرمون دست تو که <تصفح> چیزی عوض نمیشه به خاطر همین ما از زندگیمون ناراضییم به جای که از فکرمون ناراضی باشیم کسی هم دست به فکرمون میذاره عصبی میشیم میگه چرا اینطور فکر میکنی ای من تو فکر نمیکنم بعد زندگی داره میگه با. <applause> فکر داد میزنه با امید خدا ببینیم چطوری ما میتونیم هم نیروهای ما بشناسیم هم چطوری ما این نیروها رو تحت کنترل خودمون بگیریم و مسیر زندگیمون رو به شکلی دیگه عوض بکنیم که بتونیم هم زندگی زمینیمون هم زندگی آسمانیمون رو تحت تاثیر قرار بدیم